بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحته در عقيدة واسطية در باب إثبات صفات الله سبحانه وتعالى يكچند آياتها را ذکر کردند و گفتند که ما یعنی اهل سنت و جماعت الله سبحانه و تعالی را وصف میکنیم چگونه ای که الله تعالی خود را وصف کرده است. ما از پیش خود به الله تعالی یگان صفت اضافه نمیکنیم و یگان صفتی که الله تعالی ذکر کرده است و به خود وصف کرده است و انکار هم نمیکنیم، به صفات های مخلوقات مانند هم نمیکنیم. بعضی انسان ها شیخ الاسلام ابن تیمیه را جسمیه میگویند و پیروانشان را جسمیه. برای چی جسمیه؟ میگن به الله تعالی جسم اثبات میکند. حاشا، الله تعالی نگاه دارد که به الله سبحانه و تعالی جسم اثبات کنیم. خود کلمه جسم اثبات نشده است به الله سبحانه و تعالی، نفی هم نشده است. الله تعالی اثبات هم نکرده است، نفی هم نکرده است. الله تعالی نگفته است که الله تعالی جسم دارد حتی شیخ الاسلام اثبات کند. شیخ الاسلام اثبات نمیکنه هر چیزی که الله تعالی اثبات نکرده است و انکار هم نمیکنه هر چیزی که الله تعالی انکار نکرده است. گپ نمیزنند. برای چی؟ برای اینکه الله تعالی سکوت کرده است، هیچ چیزی نگفته است، بلکه گفته است که لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی چیزی نیست گفته است. انسان ها اگر جسم داشته باشند مثل الله تعالی چیزی نیست، یگان مخلوق مثل الله سبحانه و تعالی نیست. این نفی مجمل است از جانب الله تعالی. الله تعالی وقتی که صفات ها را به خود اثبات میکند مفصلا به تفصیل بیان میکند، اما وقتی که نفی میکند مجملا نفی میکند. مانند الله تعالی چیزی نیست، با الله تعالی چیزی برابر نمیشود. الله تعالی شریک ندارد و همین گونه. و در امروز در این درسی که امروز برای شما شرح میدهیم، شیخ الاسلام رحمت الله علیه چندین قاعده چندین آیات ها را ذکر میکنند که اکثرش آید آیات هایی که بعضی صفات ها را از الله تعالی نفی میکنند. تا امروز چندین آیات ها بود، در همه این آیات ها الله سبحانه و تعالی بعضی صفات ها را به خود اثبات میکرد. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند و قوله تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، و این چنین قول الله سبحانه و تعالی را خواند و دانید که در اینجا الله تعالی خود را وصف کرده است و به خود بعضی صفات ها را اثبات کرده است. از جمله الله تعالی گفت که تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، مبارک است نام پروردگارت. در اینجا اثبات صفت اسم یعنی الله تعالی نام داشته است. و دیگر این است که نام الله سبحانه و تعالی مبارک بود است و برکه است. واقعا اگر یک شطور یک تانینه را بسم الله گفته کشید، یک تان گوشت حلال است. اگر بسم الله نگفته کشید، یک تان گوشت حرام است. انا مبارکی نام الله تعالی. به نام الله تعالی هر کار به نام الله تعالی می شود. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از در آمدن به حاجت خانه بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث می گفت. به نام الله می درآیم پیش از در آمدن. به نام الله می درآیم، پروردگار من از جنهای نر و ماده به تو پناه می طلبم. ولی بعضی ها میگن که من دوملوهای 60 ساله من نه فهمیدم که پیش از حاجت خانه هم بسم الله میگفته است. آه هیچ گفت ندارد آخی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از در آمدن در بیرون گفتم. وقتی که میبر آمدن با غفرانکه میگفتم. نام الله تعالی رو حتی پیش از علاقه و خفت و خوابی همدیگر باید بگوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر یکی شما به اهلش نزدیک شود و بسم الله اللهم جنبنا شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا بگوید، و اگر در تقدیر آنها فرزند نصیب باشد، شیطان با آن فرزند ضرر نمی رساند.
و انسان وقتی که به خانش میداره بسم الله میگوید، شیطان ها در بیرونی در میماند، میگوند در اینجا برای ما جای نیست. اگر بسم الله نگوید با دیگر شیطان ها را فریاد میکنه بیایید اینجا جای خوب است گفته. و وقتی که طعام را بسم الله گفته شروع میکنید، شیطان ها دست میبردارن. اگر بسم الله نگوید شیطان ها همراهتون از طبق شما میخورن. و همین گونه در خفت و خواب بسم الله باید ضرور است، حتی پیش از کشیدن لباس. کسی که اگر بسم الله گفت چشم جنها دیگر نمیبینه. نام الله تعالی مبارک است، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. غیر از این که در این آیت اثبات خود اسم که الله تعالی دارای اسم است، یعنی الله تعالی نام دارد، اون چیزی که نام نداره و چیز نیست، هر چیزی که هست و نام دارد. تبارک اسم، مبارک است اسم پروردگارت، اثبات صفت مبارکیت به نام الله تعالی که نامهاش مبارک است. و این چنین ربک، پروردگاری تو، پروردگار یعنی صاحب، آفریدگار، تربیت کننده. این کلمه رب به دیگر چیزها هم اطلاق کرده می شود. مثلا من رب هذا البيت، کی صاحب این خانه گفته می شود در لغت عرب، کی صاحب این خانه، کی صاحب این اسب گفته می شود. رب هذه البلده، پروردگار این شهر، یعنی امیری شهر یا که رئیسی شهر یا صاحب این خانه، به همین معناهای هم می آید. خیلی که الله تعالی که رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، تو بگو ای فرزند آدم که پروردگارا پدر و مادری مرا رحم کن، چه خیلی که آنها مرا در خردسالی هم تربیت کردن. کما ربیانی، چه خیلی که پدر و مادرم در خردسالی مرا تربیت کردن، اونها هم پروردگار بودن، لیکن پروردگار ضعیف، پروردگاری که همه حاجت های شما را نمیتواند روا کند، پروردگاری مثلا وفات کننده، پدر و مادرها از دنیا میگذرند، پروردگاری هست که بیمار میشه، یعنی پروردگار تربیت کننده اونجا. اما صفت پروردگاری با الله تعالی این صفت کمال است، پروردگاری تمام عالمیان است. الحمدلله رب العالمین، هم با اون اللهی که رب عالمیان است، پروردگاری تمام عالم است. ابن کثیر چند قول ها را آوردن و قیل با صیغه تمرید آوردن که 18,000 عالم گفته. عالم بی عدد است، عالم عدد عالم را غیر الله تعالی کسی نمیدونه. عالم مورچه ها، عالم ماهی ها، عالم فرشته ها، عالم جن ها، عالم انس ها، همین گونه پروردگار عالم تربیت کننده و آفریدگار و سازنده تمام عالم است، که این صفت خاص الله سبحانه و تعالی است. ذی الجلال والاکرام، الله سبحانه و تعالی ذات است که صاحب جلالت است، بزرگی است. والاکرام، صاحب اکرام، یعنی الله تعالی ذات است که احترام کرده می شود. اگر الله تعالی سخن کند فرشته ها همه بیهوش می شود، از جبریل شروع، از جهت بزرگی الله سبحانه و تعالی. والاکرام، الله تعالی ذات است که او را اکرام کرده می شود، سخنهای او اکرام کرده می شود، به بالا گذاشته می شود، به طهارت قپیده نمی شود سخن الله تعالی. و اینچنین الله تعالی پیغمبرها و بندگان صالح را احترام میکنه، اکرام میکنه. یعنی در این آیت خیلی که دیدید صفت های مبارک بودن نامش، اثبات خود نام به الله تعالی، صفت پروردگاری، صفت جلالت و بزرگی و صفت اکرام الله تعالی اثبات کرد. و قوله فعبده و استبر لعبادته هل تعلم له سمیا، تو پروردگار عالم الله تعالی را عبادت کن، یگانه پرستش کن و در عبادت الله تعالی صبر کن. بله، عبادت تکرار شونده است، هر شب قیام اللیل است، هر روز نماز بامداد است، هر روز ذکری سحر هست، هر روز نماز پیشین هست، پنج وقت نماز هر روز تکرار میشه، هر روز باید ذکر کنید، هر روز باید عبادت کنید. واستبر عبادتی، در عبادت الله تعالی صبر کن و با صبر وصیت کن دیگرها را. هل تعلم له سمیا،
تو آیا یکان شخصی را میدونی که هم نام الله تعالی باشد؟ استفهام انکار یک معنای سمیان هم نام، یعنی یکان شخصی را میدونی که نامش الله باشد؟ نه ندارد. یا اینکه هل تعلم له سمیان، آیا یکان شخصی را میدونی که هم نام الله تعالی باشد؟ الله سبحانه و تعالی مثلا عزیز است، حکیم است و این نامش به خودش موافقت میکند. یکی از قاعده های بزرگ نام ها و صفت های الله تعالی که در درس اول یا دویم چند قاعده ها را گفته بودیم، یکی از قاعده های بزرگ در نام های الله تعالی این است که اسماء الله اعلام و اوصاف، نام های پروردگار عالم اعلام است، هم نام است هم صفت است، یعنی به همین نام الله تعالی نامگذاری شده است و هم به همین صفت هایی که همین نام دارا است الله تعالی موافقت میکند. اخیر نمیگه فقط یک نام گذاشتگی به نامش موافقت نکند، نه، نام الله تعالی به خود ذاتش و صفت هایش موافقت میکند. الله تعالی کریم است، واقعا کریم است. کریم کی؟ کریم سخی نیست، ترجمش سخی این آدم است. سخی میدهد یک چی امیدوار است در مقابلش، هیچ نباشد از الله تعالی امیدوار است که اجر دید یا عوضی نیک دید. یک سوم خیر میکنه، الله تعالی 700 و زیاده از این میگرداند. این را میدانند آنهایی که لذت خیر و لذت صدقه چشیدن و راحت آن را چشیدن، آنها میبرارن با مقصد چی؟ با مقصد زیاد کرده گرفتن. و این بهترین تجارت است. تجارت با همراه الله تعالی است. قرض میتید به الله تعالی، الله تعالی اضافه کرده میتید. و الله تعالی اجازت است که پول شما را اضافه کرده دهد. خب. الله سبحانه و تعالی خلاصه به نامش موافق است. کریم گفتیم ذاتی است که میدهد و بر مقابلش هیچی نمیخواهد. در مقابلش مثلا حاتمی تایم کریم بود، سخی بود، در مقابلش شهرت میخواست، میخواست که نامش در تمام دنیا وردی زبان شود، شد. همه حاتمی تای را با سخاوت میشناسند، واقعا شخصی سخی بود، لیکن به عوض بود، میخواست که مردم او را ذکر کنند، میخواست نامش در همه جا ذکر شود. اما الله سبحانه و تعالی میدهد، بر عوضش هیچی نمیخواد. کریم است. خلاصه نامهایش به خود الله سبحانه و تعالی موافق است. شاید در بین بنده‌ها یکان آدم داند که نامش کریم است، از بنده های بخیلترین خلق الله تعالی باشد، یعنی نامش به اسمش به صفتهایش موافقت نمی کند. اما الله تعالی اعلام و اوصاف است. نامهایش هم علم است، با آن نامها شناخته می شود، هم وصف های الله تعالی است، از هر یک نام صفت گرفته می شود. هل تعلم له سمیا، آیا یکان هم مثل و مانند به الله تعالی را میدانی که به نامهایش و صفتهایش موافقت کند؟ نیست. استفهام انکار است، یعنی استفهام است. در اینجا الله تعالی سوال داده ایستاده، لیکن در ضمن سوالش رد کرده ایستاده است که هم مثل و مانند ندارد. اینجا نفی صفتی هم مثل به الله تعالی، سمیون یعنی نظیرون، برابر. ولم يكن له كفوا احد، و الله سبحانه و تعالی کف ندارد. کف چی است؟ کف یعنی برابر، در لغت عرب به معنای نظیر، هم مثل، مانند. الله سبحانه و تعالی ولم يكن له كفوا احد، و به الله تعالی کسی کف نیست، برابر نیست، نزدیک نیست، هم مثل و مانند نیست. در اینجا نفی مجمل است، الله تعالی مجمل کرده نفی کرد که یگان چیز در این دنیا با الله سبحانه و تعالی برابر و مانند نیست. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، این نهی است. الله تعالی گفت که با الله تعالی نیدها قرار ندهید، نیدون شریک. پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدند که بزرگترین گناه چی است یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفتند که ان تجعل لله ندا و هو خلقه. بزرگترین گناه این است که به الله تعالی شریک قرار دهی و حال آنکه الله تعالی تو را آفریده است.
الله تعالی تو را آفریده است، لیکن تو دیگر کس پرستش کنی. حالا اگر دیگر کس، اگر پدر گوید کسی غیری پدری خودش را اگر پدر گوید دانسته لعنت کرده می شود، کسی که خود را به غیری پدرش نسبت دهد. حالا آنکه یک مخلوق است، بعضی انسان ها فقط پدر است تمام، همین یک از وی رفتگی چیز همین علاقه کرده است تمام، همین که دیگه نه مادرش دیده است نه همین آدم ندیده، همین پدر است. اگر همین به خودتون نسبت ندید، آن آدمی که شما گرفته تربیه کرد و کلان کرده است همین به نسبتید گناهکار میشید، باید پدری اصلی تون به نسبتید. چی جایی اکن الله سبحانه و تعالی که انسان را آفرید است؟ وقتی که انسان را الله تعالی آفرید، انسان دیگر کس را عبادت و پرستش میکنه. بنابراین پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث مثال زدن، گفتن که از همه بزرگترین گناه این شرک است. مثالش این است که یک آدم رفته از بازار برای خود یک غلام میخرد. غلام در لغت عرب به معنای عبدون، عبد این بنده، عبد المطلب بنده مطلب، یعنی وقتی که بنده از بازار خریده میده همون بنده شما میشد، بنده شما میشد. بعد همون بنده را با چی مقصد خریدید؟ به همین مقصد خریدید که کسب داشته است، مثلا سرتراش است. خریده میبینید و بر تگی در نزد درت ها یک دوکانی سرتراشی میکشوید، میبینید که اینجا کار کن، هر موضوعی که درآمد میکنی همش از آن من است، فقط از شما تعام دادنی همون غلامتان میرد خلاص، هر درآمدی که کرد به شما است. بنابراین غلامی که هنر دارد نرخش قیمت است. مثلا سرتراش باشد یا غلامی علمدار باشد یا غلامی پرهنر باشد یا غلامی زیبا باشد، علل خصوص کنیزک، نرخ و نواش قیمت میشد. پیر باشد، کسل باشد، اینا پگه بگه میمورد پولش صرف میشد. بنابراین نرخ های غلام های هم فرق میکرد. خلاصه بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که همون غلام شما خریده آمدید و وی محنت کرده است و هر پولی که جمع میکند برای درآورده به همسایه میدهد. این است مثال آن بنده ای که الله تعالی او را آفریده است و او غیر الله تعالی را عبادت میکند، در عبادت به الله تعالی شریک قرار میدهد. الله تعالی که فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، به الله تعالی شریک ها قرار ندهید، حالان که شما میدانید که الله تعالی یگانه است، شریک ندارد. در اینجا نفی صفتی نید شریک، یعنی الله تعالی وقتی که ما رو نهی کرد که شریک قرار ندهید، یعنی دلالت میکنه الله تعالی شریک ندارد. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. آیه دیگری، از بین آدم ها شخصیت هایی هست که غیر الله تعالی برای خود شریک های قرار داده است، دیگر چیزها را برای خود اله گرفته است، معبود گرفته است و را عبادت میکنه. یحبونهم که حب الله، آنها را دوست میدارند مانند دوست داشتنشان الله تعالی را. اینجا یک نکته است برادرای عزیز، واقعا ما در بین مسلمان ها بعضی مسلمان ها را شاهد شدیم که مثلا دعوای اسلام دارد، حتی نماز هم میخواند، ولی الله تعالی را دوست نمیدارد. بله ظاهرا با زبانش میگوید من الله تعالی را دوست میدارم میگوید، لیکن یکم علامتی دوستداری در او دیده نمیشد. ببینه در اینجا الله تعالی مشرک ها را وصف کرده ایساس که از بین انسان ها شخصیت های هستند که برای الله تعالی شریک ها قرار دادن و همون شریک هاشون دوست میدارن، چه خیلی که الله تعالی را دوست میداشتن، آنها الله تعالی را هم دوست میداشتن، با شریک ها قرار دادن و این شریک های هم دوست میداشتن. با وجود همین اینها مشرک هستن، از دایره اسلام بیرون هستن، این چقدر محبت به الله تعالی داشتن. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله بعضی صحابه ها را پرسیدن که کم اله تعبدوا، چند خدایی را پرستش میکنی؟ گفت که هفته. کدام ها؟ گفت که شش تا در زمین، یک تا در آسمان. بعد گفتن که در وقتی شدت، تنگی، مصیبت و مشکلی کدامش را پرستش میکنی؟ گفت که آنه که در بالا است. گفتن که این شش تایی که در زمین است ترک کن،
همو یک توی که در آسمان هوای عبادت کن گفتن. مقصد این است که نید دون شریک و الله تعالی شریک ها قرار می دادن. الله تعالی را اعتراف داشتن، می گفتن که آسمان ها و زمین ها و مخلوقات و موجود ها را الله تعالی آفریده است. خب برای چی این شش نفره که در زمین از سنگ و از لای و از درخ خودت ساختی با خودت نام گذاشتی ای را عبادت میکنی؟ میاد که آخر اینها بیگناه هستند. درخ گناه ندارد، سنگ گناه ندارد. من اینها را عبادت میکنم تا اینکه اینها مرا اینها گناه نکرده است الله تعالی را، مرا به الله تعالی نزدیک کنند، گفته عبادت میکردند. یعنی شرک محض نبود، شرک وسیله بود. میخواستن که با همین وسیله به الله تعالی نزدیک شوند. اونا واقعا دوست میداشتن الله تعالی را، میخواستن که الله تعالی آنها را عوف کند، میخواستن که الله تعالی آنها را دوست دارد، لیکن با طریقه خطا. این آیت رد نفی صفت نید، یعنی شریک ندارد الله تعالی، چون که الله تعالی تنقید دارد آن شخصیت هایی که غیر الله تعالی را به الله تعالی شریک قرار میدادن. آیت دیگری، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بگو ای پیغمبر، الحمد لله بگو، حمد برای الله، حمد ستایش سزاوار الله است. الذي لم يتخذ ولدا، نفی فرزند، آن ذاتی که الله تعالی ذات است که برای خود فرزند نگرفت، نفی صفت فرزند. الله تعالی فرزند ندارد. من در اینجا الله تعالی نفی کرد از خودش، گفت که من فرزند ندارم. گفت ما هم اهل سنت والجماعت از الله تعالی نفی میکنیم هر صفتی که الله تعالی همین صفت در من نیست. گفت الله تعالی، گفت که الله تعالی فرزند ندارد در یک چند جای قرآن کریم. اگر الله تعالی فرزند دارد، این صفتی نقص است نسبت الله تعالی. اما نسبت فرزندان آدم غالبا صفتی کمال است. آدم فرزنددار باشد این صفتی خوب است، یعنی عموم گیرید، نه در بعضی حالات ها. مثلا یک داماد آمد خواستگار شده به دختری شما، لیکن فرزند دارد، این صفتی نقص است در همین جا. برای چی؟ برای اینکه دامادی فرزنددار، دختری من دختری جوان است، دامادی بچه دار آمده است، صفتی نقص است در اینجا. لیکن عموم گیرید، شخصیتی که صاحبی فرزند است این صفتی کمال است، یعنی این صحت سلامت است، انسانی آبرو داشت است که مردم زن دادیان، قوت و سلامتی داشت است که الله تعالی برای این فرزند داده است، مثلا فرزنددار بودن، عموم گیرید صفتی کمال است. لیکن به الله تعالی این صفتی نقص است. الله تعالی برای خود فرزند نگرفت، برای اینکه حاجت به فرزند ندارد، برای اینکه الله تعالی یگانه است و هم مثل و مانند ندارد. وقتی که فرزند گیرد، فرزند جزئی پدر و مادر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من اغضبها اغضبنی، کسی فاطمه را غضب به غضب آورد و من غضب به آورد است. فاطمه تو بضعه منی، فاطمه یه برده گوشتی من است، یه قطعه من است. من اغضبها اغضبنی، کسی که او را به غضب آورد و مرا به غضب آورد است. بنابراین فرزند انسان جزئی انسان است. الله تعالی فرزند نگیری برای اینکه او شریک ندارد، هم مثل ندارد. اگر فرزند میداشت، فرزندش مثل خودش میشود. سبحانه، الله تعالی از فرزند پاک است. لم یتخذ ولدا، نفی. الله تعالی به خود فرزند نگیری، ما هم نفی میکنیم، یعنی انکار میکنیم، میگم که الله تعالی فرزند ندارد، صفتی فرزندداری در الله تعالی نیست. ولم یکن له شریک فی الملک، الله تعالی در ملکش شریک نیست. مثلا یا زواد دو کس خریدن، 10 کس شریکی شدن، شریک یا ماشین دو کس خریدن شریکی، یا یک دوکان دو کس خریدگی شریکی، یا 3 کس خریدگی، یا شرکت ها از همین کلمه شریک گرفته شده. چند نفر شریک میشد، سهم خود رو میگذارد، بعد همون شرکت تشکیل میدهند. ولم یکن له شریک فی الملک، الله تعالی در ملکش شریک ندارد. تمام زمین و آسمان و مخلوقات و موجوداتی که در بالای آنها و بین آنها هست، همه آن از آن یگانه الله است. یعنی نفی شریک در ملکش و در همه چیز. ولم یکن له ولی من الذل، الله تعالی
دوستی از جهتی خاری ندارد، یعنی مطلقا ولی را نهی نکرد، نفی نکرد. الله تعالی مطلقا از خودش صفت دوست را انکار نکرد، چون که الله ولی الذین آمنو در جای دیگر در سوره بقره گفت که الله تعالی دوستی آنهایی که ایمان آوردن گفت. لیکن در اینجا ولی را از خود انکار کرد و گفت که الله تعالی لم یکن له ولی من الذل، الله تعالی از جهتی خاری و زاری برای خودش دوستی نگرفت. مثلا همین دولت ها، بین چند دولت ها به هم دیگر دوست میشن، برای چی؟ و شرطنامه ها میبنن در صورتی به من یکان دشمنی متجاویز حمله کردن، تو به من همراه شده مرا دفاع میکنی. یعنی حتی بعضی دولت هایی که به هم دیگر دشمن بودند، وقتی که دشمنی سوم پیدا شد، برای ایمین ماندن از خوف دشمنی سوم با دشمنی اولشان دوستی کردن. اینه میگوید که ولی من الذل، از جهت خاری دوستی کردن. مثلا در تاریخ هم هست که بعضی دولت های نصرانی ها آمده با دولت های مسلمان ها دوستی کرده گستن، نه از جهت دوستداریشان بلکه از جهت خاریشان که ما رو در پناهت بگیر، بیا با هم دوست شویم، با هم دوشیم، اگر به تو هم حمله کردن ما کمک میکنیم، با ما هم حمله کردن تو کمک کن. همدیگر را دستگیری کرده، دولت هایی به هم دوست میشویم، گفته آمده دوستی میکنن از جهت خارگی، از جهت زارگی، از جهت حاجتمندیشان. ولم یکن له ولی من الذل، الله سبحانه و تعالی ولی دوست ندارد از جهت اون که الله تعالی محتاج شود به دوست. دوستی انسان بسیار باشد، یار و رفیقاش دوست بسیار باشد، خوب است، برای اینکه او را دستگیری میکنند، چون که حاجت دارد به دستگیری. اما الله سبحانه و تعالی ندارد. الله تعالی دوست ها گرفت است برای خودش، پیغمبرها برای خودش، مؤمن ها را دوست گرفت فقط برای خیر و سخاوت و یاری، نه برای از آنها یاری پرسیدن. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا. حدیث قدسی از درسی مسلم. ای بندگانم، اولینتان یعنی آدم علیه السلام، آخرینتان آن آدمی که پیش از قیامت به دنیا می آید و قیامت قایم می شد، انسکم و جنکم، انسان هاتان و جن هاتان، همه شما، اگر کانو علی اتقا قلب رجل واحد، در این دنیا با تقوادارترین مرد دنیا کی باشد، همتون مثل او باشد، یعنی مثل حضرت محمد علیه الصلاه و السلام در دین و در تقوای و پرهیزگاری باشد. ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، این در ملک من یک چیزی را زیاد نمیکند. و اگر همه شما که افجری خلق الله، مانندی بدترین خلق الله تعالی، فاسقترین و کافرترین خلق الله تعالی باشد، همه تان ما نقص ذلك من ملکی شه، یعنی از ملکی من چیزی کم نمی کنم. الله تعالی به عبادت بندگان محتاج نیست، به هیچ چیز محتاج نیست الله سبحانه و تعالی. ولم یکن له ولی من الذل، الله تعالی دوست نداشت که از جهت احتیاج مندی به خود دوست گرفته باشد. و کبره تکبیرا، الله تعالی رو بزرگ شمار، بزرگ شماریدنیه. الله تعالی الله اکبر بگو، الله اکبر و کبیرا بگو، الله تعالی رو در قلبت، در زبانت، در وجودت از همه چیز بزرگ و کلان شمار. در اینجا نفی صفت فرزند و نفی شریک و نفی دوستیه که الله تعالی از احتیاج مندیش به خودش دوست گرفته باشد ندارد این خیلی چیزا. و کبیر هو تکبیران، الله تعالی را بزرگ شما، چون که او ذاتی بزرگ است. اثبات صفت بزرگیت به الله تعالی و نفی یک چند صفت هایی که در بالا گذشت. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو على کل شیء قدیر. آیت دیگر، الله تعالی را تسبیح میگوید، آن چیزهایی که در آسمان ها هست و آن چیزهایی که در زمین هست. تسبیح میگوید یعنی سبحان الله میگوید. الله تعالی پاک است میگوید. از چی پاک است؟ از عیب، از نقصان، از صفات کمبودی الله سبحانه و تعالی پاک است. از هر یک وصفی بده که مشرک ها، کافر ها الله تعالی را وصف کردن، الله سبحانه و تعالی از وصف آنها پاک است.
از تمام صفتهای کمبودی، صفتهای نقص، صفتهای بد، صفتهای پست الله سبحانه و تعالی پاک است. او را پاک می شمارند تمام آنهایی که در آسمان ها و در زمین ها هست. و این من شیئن الا و یسبح بحمده، چیزی نیست مگر به الله تعالی تسبیح میگوید. میگوید الله تعالی همه چیز تسبیح میگوید، سبحان الله میگوید، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن شما تسبیح آنها را نمیفهمید. سبحان الله گویی مخلوقات دیگر را، حتی جمادات، پردمت ها، گیاه ها، حیوان ها، همه به الله تعالی تسبیح میگوید. له الملک، ملک از آن الله تعالی است، اثبات صفت ملک. و له الحمد، حمد و ستایش، حمد کلمه ای که هم در حالت خرسندی هم در حالت مصیبت گفته میشد، همه حالت برای او حمد گفته میشد. ایخه کس نیست دیگر که همه وقت رحمت گوید، زندم رحمت گوید و تیدم رحمت گوید، نیست ایخه کس. بنابراین حمد از آن الله تعالی است، له الحمد و له الملک و له الحمد، ملک از آن الله تعالی است، حمد از آن الله تعالی است. و هو علی کل شیء قدیر، الله تعالی به همه کار قادر است، به همه کار الله سبحانه و تعالی قادر است. اثبات صفت قدرت، اثبات صفت ملک، اثبات اینکه الله تعالی سزاوار حمد است. و وقتی که الله تعالی را از تمام صفات های عیب پاک شماریدن، این دلالت میکند که همه صفات های کمال الله تعالی آن را دارا است. الله تعالی دارای صفات های کمال است. وقتی که الله تعالی از الله تعالی صفات های کمبودی و نقص و پست را نفی میکنیم و انکار میکنیم، ضدش این است که اثبات صفت کمال است. آیه دیگری، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك الذي نزل الفرقان، مبارك است، الله تعالى خودش مبارك است، غير از اینکه نامش هم مبارك است، خود الله تعالى مبارك است. الله تعالى مبارك است، ذاتی که بركه در دست اوست، بركه میدهد، زیاد میکند کم را. ببینید از یک آدم در روی زمین اینقدر آدم های زیاد آفرید. مبارک است الله تعالی، آن ذاتی که قرآن را نازل کرد. اینجا به معنی به لفظ فرقان آمده، یکی از نام های قرآن کریم فرقان است. فرقان از کلمه فرق گرفته شده است، یعنی حق و باطل را جدا میکند. مبارک است آن ذاتی که قرآن را به بنده اش نازل کرد. بنده اش یعنی محمد صلی الله علیه و سلم، این اضافه تشریف. بنده اش گفت، بنده را به خودش اضافه کرد، بنده الله گفت، اضافه تشریف و اکرام، همچون احترام بنده الله گفت. لیکون للعالمین نذیرا، الله تعالی قرآن را به بنده اش نازل کرد تا اینکه بنده اش مردم را نذیر باشد، بین کننده و ترساننده از عذاب الله تعالی باشد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلام مردم را از عذاب الله تعالی ترسانیدند. الذی له ملک السماوات والارض، الله تعالی ذاتی است که ملک آسمان ها و ملک زمین ها از آن الله تعالی است. اثبات صفت ملک، الان میگویید که همین اسب از آن کی است؟ ها، از آن فلانی. اثبات ان همین ملک به فلانی. وقتی که میگوید که ملک آسمان ها و زمین ها از آن الله تعالی است، اثبات صفت ملک به الله تعالی هست. ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، الله تعالی ذات است که فرزند نگرفت. نفی فرزندداری، انکار آن که الله تعالی فرزند ندارد. ولم یکن له شریک، الله تعالی شریک ندارد در ملکش و در عبادتش هم ندارد، لکی مردم قرار دادند. و خلق کل شیء، الله تعالی همه چیز را آفرید. اثبات صفت پرور خالقیت، الله تعالی آفرید است همه چیز را. فقدره تقدیران، وقتی که همه مخلوقات را آفرید، بعد آنها را تقدیر اجل گذاشت و هر یک مخلوق اجل گذاشت. وقتی که هر یک مخلوق را اجلش که فرا رسید، بعد نیست و نابود می شد. اثبات صفت خلق به الله تعالی. متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق
ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. آیت دیگری، الله تعالی میگه که متخذ الله من ولد، الله تعالی برای خود فرزند نگرفت. برای چی این گپا رو بارها گفته ایسال است؟ برای اون که یهودا گفتن که عزیر ابن الله، عزیر بچه الله است، پسر الله است. و قالت النصارى المسيح ابن الله، نصرانی ها گفتن که مسیح پسر الله است. و عرب ها گفتن که فرشته ها دختر الله است. نعوذ بالله، متخذ الله من ولد، الله تعالی برای خود فرزند نگرفت. و ما کان معه من اله، همراهی الله تعالی دیگر الهی نبود، دیگر ذاتی نیست که پرستش کرده شود، سزاوار عبادت و پرستش باشه. اذا لذهب کل اله بما خلق، اگر در این عالم غیر الله تعالی باید خدای دیگر میشد، باید الهی دیگر میشد، ذاتی که سزاوار پرستش میشد یکی دیگر. اذا لذهب کل اله بما خلق، هر یک اله، اله یکی از صفتاش اینکه خلق کردگی است. من الله تعالی ما را آفرید، زمین ها را آفرید. اگر فرزن، الله تعالی مثال عقلی آورد، فرزن اگر در این دنیا دو اله میشد غیر الله تعالی با دیگر اله میشد، هر یک اله به اون چیزی که خودش خلق کرده است به بالای دیگریش کلانگری میکرد. مثلا میگفت که ای شریک، مثلا بگو مخلوقات خود را، انسان ها را تو آفریدی، مثلا حیوان های مرا نخورن، حیوان ها را این خدا آفرید. مثلا دو خدا که شد، نصفی مخلوق ها را اینش آفریدگی است، نصفی مخلوقاتش را این آفرید، نصفی زمین و آسمان از آن این است، نصفش از آن این است. این فرزن اگر هم خیلی می شد، هر دو خدا ها با همدیگر جنگ می کردن، می گفت که آیا انسان هایی که تو آفرید، گاو و گوسفند هایی که من آفریدم خورده است، بگو نخورد. اینش میاد که گاو و گوسفندای تو، علف هایی که من آفریدم خورده ایستاده است. مثلا آن یکی خدایی که مثلا کوه آفریده است، میگوید که زمین، میگوید از بالای زمینت کوه ما میگیرم تا اینکه زمینت ملایم شود و دیگه مردمت راه گشته نتونند. مثلا یا گفت که آفتاب من نمیبرارم برای آنکه مثلا آفتاب از آن من است، من نمیخواهم با، یعنی چی خیلی که بعضی دو دولت ها با همدیگر جنگ کنند، همدیگرشون تحریم های اقتصادی میکنن و گازشون رو نمیتین و بنزینشون رو نمیتین برای اینش عذاب دادن. همین خیل میکنه الله تعالی میگه که اذا لذهب کل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، بعضی خداها بالای دیگر خداها کلانگری میکنن. این میگه من فلانی آفریدم، من فلان چیز آفریدگی هستم، و این همدیگر جنگ و جدال میکنن. در دیگر آیت هم گفت که لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر در این زمین و آسمان ها غیر الله تعالی با یگان الهی دیگر میشد، زمین و زمان ویران میشد. این دلیل عقلی است برادران، برای اثبات الله تعالی. این رو در نماز تراویح یک جوشتن بعد چهار رکعت یه آدم امر معروف کرد، بعد میگوید تمین اثباتی وجود الله تعالی را گب زده است که الله تعالی هست. برگ بین، نغز برگ به نگاه کن، وقتی که این برگ به نگاه میکنی قدرت الله تعالی را میفهمیم، فلسفه در آمده است. بعد من گفتم که اصلا به مسلمان ها اثباتی صفت الله تعالی شرط نیست، چخیلی که آفتاب بودنش دلیل درکار نیست، برای اثبات هستی آفتاب دلیل لازم است؟ لازم نیست، همه بچهش میبینه تمام. هستی الله تعالی روشنتر از آفتاب است، بنابراین حاجت نیست که الله تعالی رو به مردم اثبات کنی. اگر در کار شد الله تعالی آیت های بسیار عقلی، اگر عقلی فهماندنی باشی، آیت های بسیار آورده است مانندی همین. منو ببینه، اگر در این عالم غیر الله تعالی با دیگر اله میشد، اله ها به همدیگر کلانگری میکردند، با همدیگر جنگ میکردند و زمین و آسمان ویران میشد. سبحان الله عما یصفون، الله تعالی پاک است از آن وصفی که مشرکا الله تعالی رو وصف میکنن. فرزند دارد، او فرزند داشته باشه، او شریک است، الکی میراث خور است. سبحان الله عما یصفون، پاک است از الله تعالی از آن وصفی که مشرکا الله تعالی رو چنین وصف میکنن.
ما باید الله تعالی را وصف کنیم چه خیلی که الله تعالی خود را وصف کرده است و انکار کنیم اون صفات هایی که الله تعالی از خود انکار کرده است. عالم الغیب و شهادت، الله تعالی داننده غیب و داننده شهادت است، یعنی اون چیزی که شهادت است، یعنی اون به مردم هم معلوم است، الله تعالی رو میداند. مثلا روز شد، هوا گرم شد، هوا خنک شد، نه همه فهمید، این شهادت است، این مردم هم دانستن، الله تعالی میدانست این رو و میداند. غیب هم میداند الله تعالی، فردا چی میشود، بعد یک سال چی میشود، داننده غیب و حاضر است. فتعال عما یشرکون، الله تعالی عالی است، ذات بلند و پاک است از آن صفات های پست و بدی که مشرک ها به الله تعالی نسبت میدهند. آیت دیگری در این آیت، الله تعالی از خود فرزند را نفی کرد و غیر الله تعالی دیگر اله نبودن را هم نفی کرد، گفت که الله تعالی یگانه شریک نداره، یعنی شریک را از خودش نفی کرد و به خود اس صفت علم را اثبات کرد که الله تعالی داننده غیب ها عالم، الله تعالی عالم یگان جان عالم نه اومده است، عالمی مطلق، عالمی خالی، بلکه عالم الغیب و شهاده اومده است. برای اینکه عالم، عالم گفته میشه اون شخصی که علم دارد، الله تعالی فقط عالم نیست، عالم الغیب و شهاده، داننده غیب و داننده حاضر، حاضر هم میداند، غایب هم میداند الله تعالی، مثل الله تعالی کسی نیست. یعنی الله تعالی با نامی فقط عالم خود را وصف نکرده است، عالم الغیب و شهاده آمده است و علیم آمده است. علیم صیغه مبالغه عالم، یعنی بی‌نهایت علم دار. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، با الله تعالی مثال ها نارید، الله تعالی را به مخلوق ها مانند نکنید، الله تعالی میداند شما نمیدانید. اثبات صفت دانستن و الله تعالی علم و انکار صفت مثل، الله تعالی هم مثل و هم مانند ندارد. مشرک ها میگفتند که ان الله اجل من ان یعبده الواحد منا، الله تعالی بزرگتر است از آن که ما یکی ما الله تعالی را عبادت کنیم. فلا بد من اتخاذ واسطه بیننا و بینه، ما باید بین ما و بین الله تعالی یکون واسطه گیریم. فکن و توسلون الیه بالاصنام، بنابراین آنها صنم ها را عبادت میکردن، صنم هایی که از درخت، از تخته، از چوب، از سنگ، از لای ساخته شده است، از چیزهای بیگناه، آنها را عبادت میکردن. تشبیه له به ملوک دنیا، میگفتن که ما باید الله تعالی را مباشرتاً به واسطه پرستش نکنیم، الله تعالی ذات بزرگ است، ما چه خیلی که پادشاه ها را، یعنی به نزد آنها هر وقت که خواهیم در آمده نمیتوانیم به واسطه وزیرای و به واسطه شناس ها میدراییم و سخن خود را میرسانیم، همین گونه ما باید سخن هایمون را به واسطه رسانیم. گفتن بعد الله تعالی همین آیت را نازل کرد که فلا تضربوا لله الامثال، با الله تعالی مثال نبیارید، الله تعالی رو به مخلوق ها مانند نکنید، نگویید که چه خیلی که به نزد رئیس و به نزد راهبر بی واسطه در آمده نمیشد، به نزد الله تعالی هم بی واسطه در آمده نمیشد، نگویید از الله تعالی شب است، روز است، در کجای دنیا باشد، از الله تعالی با کدام زبان باشد بپرسید، الله تعالی شما رو میشنود. آیت دیگری که با همین آیت صحبت رو به خاتمه میرسانیم، الله تعالی میگوید که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بگوی پیامبر صلی الله علیه وسلم، انما حرم ربی الفواحش، پروردگاری من فاحشگی را من کرد، حرام کرد. فاحشه چه کدام نوعی آن باشد حرام است. من و حرمین هم و مبطن، آن فاحشه که در پینهانی می شود یا اینکه در آشکارا می شود، همش را الله تعالی حرام کرد. اثبات صفت تحریم، الله تعالی حرام می کند و حلال می کند، الله تعالی حق دارد که حرام کند و حلال کند، این صفت الله تعالی است که حرام می کند، بعضی چیزها را به ما من می کند، بعضی چیزها را به ما اجازت می دهد. معظه هر امین آمه بطن، هر فاحشه که آشکارا هست یا پنهانی است، همه آن را الله تعالی حرام کرد. ولی اثم، گناه را،
جميع گناه را و البغی ظلم را بغیر الحق یعنی ظلم را الله تعالی حرام کرد و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطان و اینکه به الله تعالی کسی را یا چیزی را شریک بیارید آن کس و چیزی که الله تعالی سلطان دلیل و حجت نازل نکرده است با آنکه وی هم مثل و مانند الله یا شریک الله تعالی باشد که او را شریک قرار دهید و پرستش و بندگی کنید. الله تعالی یگانه ذاتی که پرستش و بندگی کرده میشه. ابن کثیر رحمت الله علیه گفته که الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعباده. آن ذاتی که آسمان های و زمین های و آفتاب و ماهتاب و شب و روز و ستاره های و اینقدر مخلوقات عظیم را آفریده است، تنها خودش به شریک او هست سزاوار عبادت. برای الله تعالی شریک پرستش قرار ندهید و پرستش نکنید. الله تعالی فاحشه را حرام کرد، گناه را حرام کرد، ظلم را حرام کرد و اینکه به الله تعالی شریک بیارید و انتقولوا عن الله ما لا تعلمون و اینکه به الله تعالی آن چیزی که الله تعالی نمیدانید نسبت دهید، از نام الله تعالی بگویید آن سخنی را که نمیدانید. یعنی وقتی که همین کار مستحب است میگوید، بین چهار رکعت تسبیح خواندن خوب است میگوید، مثلا شما بدون علم به الله تعالی اثبات کردید که الله تعالی همین را دوست میدارد، علم ندارید، از نام الله تعالی شما سخن کردید و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اینه بین همسایه شرک آورد الله تعالی. به علم از نام الله تعالی سخن کردن از نام شرط نه که شما الله تعالی گفت گوید. وقتی که مستحب گفتید معنای مستحب چی است؟ معنیش اینه که الله تعالی اینو بد میبینه، دوست نداره. مکروه گفتید معنیش چی است؟ یعنی الله تعالی اینو بد میبینه. شما با الله تعالی همین چیز رو اثبات کردید که الله تعالی بد میبینه یا دوست نداره. اگر بدون علم باشد این همسایه شرک است در قرآن. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقتی که یک گناه رو با یک گناه در قرآن همسایه میبیارد دلالت به حرمت آن میکنه، به بزرگ بودن آن. بنابراین حرکت کنید از نام الله تعالی بدون علم سخن نکنید که بسیار گناهی کلان است. شیطان هم اساسا به همین چیز وسوسه میکند مردم رو و این یکی از علامت های قرب قیامت است که آنهایی که از نام الله تعالی بدون علم سخن میکنند بسیار شدند. هر یک بلاگر از نام الله گپ میزند، نصیحت میکند مردم را. خب در این آیت اثبات این که نفی اثبات آن که الله تعالی حرام میکند و نفی شریک به الله سبحانه و تعالی و یگان در دنیا یگان شریکی نیست که الله تعالی به شریک بودن او دلیل نازل کرده باشد. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.